باید خبرش به گوشم برسه که قراره تو حوزه انرژی سرمایه گذاری کنیم. میبینم که دیگه تو شرکت حرفم خریدار نداره. معلومه که میخواستم بهتون بگم. چه زمانی؟ بعد از اینکه کار تموم شد؟ گفتم یکم کارمون را بیفته بعدم بگم. فکر کردم با گزارش تکمیل شده بیام پیشتون بهتره. حرفش کاملا منطقیه. منطق میگه؟ کاری که بلدیمو انجام بدیم. انرژی تو حوزه کاری ما نیست پسرم. ورودی خروجی های کار نمیدونیم. نمیدونیم چه شرایطی به نفعمونه یا چه شرایطی به ضرر ما تموم میشه. اونورم میخواست همینا رو با یه گزارش کامل بیاره خدمتتون مادر جون. من دارم با اونور حرف میزنم. صاحب شرکت منم، مدیرشم اونه. ببینم نالان، تو اینجا چی کاره ای که میپری وسط حرفم؟ ببین پسرم، کار معماریمونو گردشگریمون خیلی خوب پیش میره. کار مواد غذایی هم که از اجدادمون رسیده کافیه پسرم، کافیه. اما تو حوزه انرژی هم پول خوبی واسمون میمونه. آدم تما 7 کیسه داره، 7ش هم خالیه. همینجوری قرار درجا بزنی؟ تجربه هامونه که بهمون قدرت میده. دیگه اینجوری نیست. زمانه عوض شده. من حرفمو زدم. بعد از اینکه من مردم برو دنبال همه این چیزایی که میخوای. راستش منم خیلی وقت حوزه آرایشی تو ذهنمه. اوه، خیلی باحال نیست این کارو بکنیم ها؟ رقبای زیادی هم تو این زمینه نیستن، حداقل الان نیستن. نظرتون چیه مادر بزرگ؟ آفرین، تو همه فوتوفن کار رو صورتت پیاده کردی دخترم. دیگه چرا وارد کارش بشیم؟ بگو ببینم چه خبر ها کایا جان. هنوزم آرزود اینه یه کار جدا برای خودت را بندازی. متاسفانه زمرد خانم، همونطور که شما میگین برای خودم آساپاس میچرخم. بعد از اینکه از آلارا جدا شدم یکم به هم ریختم، جمع جور میکنم خودمو. از اینکه به صرف شام منو دعوت کردین ازتون ممنونم. لطف کردین کایا جون. کایا جون لطفاً، این چه حرفیه که داری میزنی؟ تو پدر کان هستی، تو هم پسر ما محسوب میشی. خیلی ممنونم، لطف داری. با اجازتون من رفع زحمت کنم. تا دیر نشده یه سری به کان بزنم و دیگه برم خونه. اجازه ما هم دست شماست کایا جان. عادتهای قبلی تو خوب یادمونه. این ساعت ها که میرسه دیگه نمیتونی تو خونه بند بشی. بله، ازتون ممنونم. نوش جان همگی. اینم میذارم همینجا. به امید دیدار، خوش بگذره. شبتون بخیر. شب شما هم بخیر. چطوری خوشگل خانم؟ خوبم، خیلی ممنونم. شما چطورین؟ میشه گفت بهتر از قبلم. چی شد پسرم خوابید؟ عمدن این کارو میکنم. چی عمدن میکنم؟ ای داد، شدم چوبان دروغگو. حرفمو باور نمیکنن. مگه تو نیستی که به پسرم میرسی؟ بله، من بهش میرسم. آلارا نتونستی ازدواج درست حسابی بکنه. همش آدم هایی یه لاغبا رو آورد پیشمون، گفت اینم دامادتون. اما مامان بزرگ. تو اصلا حرف نزن دخترم. مادرت خسته شد بس که گندکاری های تو رو جلوی همه ماسمالی کرد. حالا نوبت توه پسرم. ببینم، الان که ما یه شرکت خانوادگی هستیم، فکر میکنی نمیپرسن خانوادگی این مدیر کجاست؟ متوجه نشدم، منظورتون چیه؟ ریاستی که میگی به پدر خانواده میاد، مثل پدر بزرگت، مثل پدرت. حالا که دیگه نوبت توه، با وقتیش تو نماینده خانواده بشی، پس باید خودتو یکم جمع جور کنی. دو تا میشه 4 تا.
مشتری ها به یه رئیس خانواده دار بیشتر اعتماد میکنن. این یه قانونه. حالا میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن. به خاطر همینم به جای کارا یکم بهتره به زندگی شخصیتم. باشه، کافیه، فهمیدم. بازم داستان همیشگی. داستان؟ مامان بزرگ، من همیشه برات احترام قائلم، اما برای آخرین بار حرفمو میگم. من دیگه ازدواج نمیکنم. روشنه؟ اگه میخوای کاریم بهم بسپری بهتره منو همینجوری که هستم ببینی. نوش جونتون. We'll be right back.